به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. جنرال دوستم، افکار به گند کشیده و رسوا شده را دیگر نمیتوان به تاریخ تکرار کرد. سهل شوران دیروز هرگز جبر امروز نان نخواهد قبول کرد و چنین اشخاص وطن فروش کسی که دستش به خون برادرش آلوده است نمیپذیرند. دفتر مطبوعاتی مارشال عبدالرشید دوستم. جوی بایدن: امریکا را از فصل تاریک خارج می کنم. نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفت که در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو ایالات متحده را از فصل تاریکی خارج می کند. به نقل از بی بی سی نیوز، جو بایدن معاون رئیس جمهور اسبق امریکا در حزب دموکرات گفت که با فروتنی نامزدی این حزب در انتخابات ماه نوامبر را می پذیرد و ادامه داد: اکنون نوبت ماست، ما مردم تا در کنار هم بوده و با هم متحد شویم. بایدن با بیان اینکه ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا را در تاریکی فرو برده است، افزود که در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو ایالات متحده را از فصل تاریکی خارج می کند. نامزد دموکرات ها افزود: هیچ نسل نمی داند تاریخ از او چی خواهد خواست، فقط می توانیم بدانیم که زمان اوقوی مشکلات برای مقابله با آن آمادگی داریم یا خیر، و اکنون ما یکی از سخت ترین لحظات تاریخ کشور روبرو هستیم. وی همچنین گفت که ما امید را به ترس، حقیقت را به خیال و انصاف را به امتیاز ترجیح خواهیم داد. بایدن گفت که ترامپ با نادیده گرفتن مردم امریکا ریاست جمهوری را در خود خلاصه کرده است. خلیلزاد: دلیل موجه برای تأخیر مذاکرات بین الافغانی وجود ندارد. زلمه خلیلزاد نماینده ویدیو ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان بار دیگر بر آغاز هر چیزو در مذاکرات بین الافغانی تاکید کرد و میگوید هیچ دلیل موجی برای تأخیر در شروع مذاکرات وجود ندارد. خلیلزاد جمعه 31 اسد در یک رشته پیام تویتری انفجاری که در آن عبدالباقی امین رئیس شورای علمی وزارت معارف کشته شد محکوم کرده است. نماینده ویدیو ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان عاملان ترور عبدالباقی امین را تخریب کنندگان روند صلح دانسته و این رویداد را غم انگیز توصیف کرده است. عبدالباقی امین روز چهارشنبه 29 اسد در مربوطات ناحیه پنجم شهر کافل در انفجار جان باخت. زلمه خلیلزاد تاکید کرده است که اهدای احترام مناسب به عبدالباقی امین کاهش خشونت و شروع بلافاصله مذاکرات بین الافغانی است. این در حال است که تا اکنون شما زمان شروع مذاکرات بین الافغانی مشخص نشده است. آغاز این مذاکرات معطل به رهایی تمامی 400 زندانی خطرناک طالبان است. رهایی این افراد به دلیل مخالفت برخی کشورها متوقف شده است. حکومت افغانستان در عین حال میگوید طالبان اسیران نیروهای دولتی را رها نکردند و در صورت رهایی آنها زندانیان باقی مانده طالبان نیز آزاد می شوند. پایان بازی با کارت زندانیان، اقدامات بعدی چیست؟ اشرف غنی رئیس جمهور و دولت او سرانجام پس از ماها چالش، تنش، مقاومت و مداومت در عدم آزادی هزاران زندانی طالبان طبق توافق صلح امریکا و طالبان در قطر سرانجام شکست خورده و مجبور شد آخرین گروهی از زندانیان را که گفته می شود شامل مجرمان بزرگ و حرفه‌ای، قاچاق برانمده مواد مخدر، رهبران شبکه های جرمی و مافیایی و حتی متحدان خارجی طالبان می شوند را نیز بر بنیاد فیصله لوی جرگه آزاد کند. این در حال است که از دید کارشناسان هزاران زندانی طالبان در زندانهای دولت افغانستان یک فشار بسیار نیرومند و مؤثر برای تحمیل اراده و برنامه دولت بر طالبان در فرایین مذاکرات صلح بود. از سوی دیگر، همان گونه که رئیس جمهور پس از افشای محتویای توافق دوها اعلام کرد، امریکا روی کاغذ حق نداشت در مذاکراتی که هیچ نماینده از سوی دولت و مردم افغانستان حضور نداشت، به نیابت از آنها تصمیم بگیرد و رأی به آزادی هزاران زندانی طالبان بدهد. با این همه، در نهایت سیاست بر حقوق اعمال، فشار و قدرت بر قانون و عدالت و سلطه خارجی بر اقتدار داخلی و مقبولیت ملی غلبه کرد
و دولت آقای غنی ناگزیر شد طبق میل و مراد امریکا آخرین بقایای زندانیان طالبان را نیز آزاد کند و یا حکم آزادی آنان را بدهد. در چنین شرایط اکنون فشار جدیدی بر رئیس جمهور غنی وارد می شود. او از یک سو احساس می کند که دستش در مذاکرات صلح با طالبان خالی شده و هیچ ابراز نیرومندی برای اعمال فشار و مقاومت در برابر امتیاز طلبی های آن گروه از موضوع قدرت در اختیار ندارد. و از جانب دیگر نسبت به داروهای بی‌رحمانه مردم، نسل های آینده و تاریخ افغانستان نسبت به کارنامه خود در این خصوص بیمناک هست. به همین دلیل و در شرایطی که تصور می شود بازی با کارت زندانیان رو به پایان است و این کار دیگر قدرت و اعتبار خود را از دست می دهد، دولت آقای غنی تیف از سیاست های جایگزین را در دستور کار قرار داره و بلافاصله پس از لوی جرگه و امضای حکم آزادی صدها زندانی خطرناک طالبان، بخش از این پالیسی ها در حال اجرا است. 1. کارزار سیاسی و رسانه‌ای در غرب. رئیس جمهور طی روزهای اخیر چندین سخنرانی و مصاحبه و انتشار یادداشت را در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا و اروپا انجام داده که محور همه آنها عواقب و پیامدهای آزادی زندانیان خطرناک طالبان، صلح با طالبان و چشم‌انداز ثبات و امنیت جهانی در ساحه بازی آمریکایی صلح در افغانستان بوده است. گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا، انتشار یک یادداشت سیاسی در روزنامه واشنگتن پست و مصاحبه با روزنامه تایمز بریتانیا بخش از این کارزارها است که در همه آنها آقای غنی تلاش کرده نسبت به عواقب خطرناک بازی آمریکایی طالبان در همه حوزه ها از صلح و امنیت و چشم انداز دموکراسی و جمهوریت تا سیل از مواد مخدر به خیابان های اروپا و آمریکا هشدار می دهد. این نشان می دهد که رئیس جمهور در حال آزمودن ابرازهای تازه برای ایجاد یک جبهه مقاومت جهانی علیه برنامه آمریکا به منظور تحمیل طالبان بر دولت مستقر در افغانستان است. او می خواهد خود را میراثدار صادق و امین برای کارنامه 20 ساله غرب در افغانستان قلمداد کند و نشان دهد که بازگشت طالبان دورنمای این میراث را به مخاطره می اندازد و ماموریت پرهزینه غرب را برای همیشه به ناکامی می کشاند. 2. فراهم کردن یک پشتوانه پایدار ملی. دومین حریمی که رئیس جمهور در حال آزمودن آن است ایجاد یک چتر فراگیر و گسترده حمایتی در سطح ملی از دولت و نیروهای امنیتی است. آقای غنی اخیراً اعلام کرد که از پشتوانه بزرگ ملی برخوردار است و به همین دلیل از هیچ قدرت خارجی هراس ندارد و تصمیم نهایی درباره صلح را او با حمایت مردم افغانستان خواهد گرفت. از سوی دیگر اخیراً مانورهای نظامی متعدد بعی نیز از سوی ارتش در امتداد خط مرزی دوران برگزار شد که پیام مستقیم آن بر امریکا بود. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب نمایید.